بایدن: جهان برای نخستین بار پس از جنگ سرد در معرض خطر آخر از زمان هسته‌ای قرار دارد. پوتین شوخی نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 8 اکتبر مصادف با 15 مهر گفت که جهان برای نخستین بار پس از جنگ سرد در معرض خطر آخر از زمان هسته‌ای قرار دارد. بایدن در مراسم جمع‌آوری کمک‌های مالی حزب دموکرات در نیویورک با اشاره به دوران جان اف کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا گفت از زمان کندی و بحران موشکی کوبا در سال 1962 با چشم‌انداز آرماگدون مواجه نبودیم. بایدن گفت که پوتین وقتی تهدید می‌کند که از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یا سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی برای ادامه تهاجم به اوکراین استفاده خواهد کرد، شوخی نمی‌کند. وی این برآورد را دارد که تهدید پوتین واقعی است، چرا که از نظر رئیس جمهور آمریکا ارتش او به طور قابل توجهی ضعیف عمل می‌کند. کارشناسان معتقدند که اگر پوتین بخواهد از سلاح هسته‌ای استفاده کند، احتمالاً از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی استفاده می‌کند که از نظر بار انفجاری کوچک‌تر از یک سلاح هسته‌ای استراتژیک است. اما واشنگتن بر این باور است که حتی یک حمله هسته‌ای تاکتیکی می‌تواند آتش‌سوزی گسترده‌تری ایجاد کند. مقامات آمریکایی ماها درباره احتمال استفاده روسیه از سلاح‌های کشتار جمعی در اوکراین هشدار دادند، زیرا این کشور با یک سری شکست‌های استراتژیک در میدان نبرد مواجه شده است. اظهارات بایدن شدیدترین هشداری بود که دولت ایالات متحده تاکنون درباره خطرات هسته‌ای بیان کرده است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا بایدن به ارزیابی جدیدی از نیات روسیه اشاره می‌کند یا خیر. در همین هفته مقامات آمریکایی گفتند که هیچ تغییری در نیروهای هسته‌ای روسیه که مستلزم تغییر وضعیت هوشیاری نیروهای هسته‌ای آمریکاست مشاهده نکردند. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفته بود ما هیچ دلیلی برای تعدیل موقعیت استراتژیک هسته‌ای خود ندیده‌ایم و همچنین نشانه‌ای نداریم که روسیه آماده استفاده قریب الوقوع از سلاح هسته‌ای باشد. نیروهای اوکراینی از اوایل سپتامبر در تمامی جبهه‌ها در حال پیشروی بودند و بیشتر مناطق خارکیف در شمال شرق کشور و گروه‌های لوجستیکی مهم مانند ایزیوم، کوپیانسک و لیمان را پس گرفتند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شامگاه پنجشنبه گفت تنها از اکتبر و تنها در منطقه خرسون بیش از 500 کیلومتر مربع از خاک اوکراین و ده ها منطقه آزاد شده است. بایدن: از تصمیم اعضای اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت متاسفیم. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از تصمیم اعضای گروه اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت خام ابراز تأسف کرد، اما گفت واشنگتن دنبال منابع جایگزین است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن گفته علی‌رغم اتخاذ این تصمیم از سوی اعضای اوپک پلاس، او از اینکه چند ماه پیش به عربستان سعودی سفر کرده پشیمان نیست. اوپک پلاس روز چهارشنبه با کاهش تولید 2 میلیون بشکه در روز در ماه نوامبر موافقت کرد. به این ترتیب این کاهش بزرگترین کاهش تولید از زمان همه‌گیری نخواهد بود. بایدن در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تصمیم جدید اوپک پلاس گفت: داریم گزینه‌های جایگزینی که داریم را بررسی می‌کنیم. جایگزین‌های زیادی وجود دارند. هنوز تصمیممان را نگرفته‌ایم. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا از سفرش به منطقه غرب آسیا پشیمان است، مدعی شد که آن سفر اصلاً برای گفتگو در خصوص نفت انجام نشده است. وی گفت هدف آن سفر خاورمیانه و اسرائیل و منطقی کردن موضع‌گیری‌هایمان بود. وزارت دفاع روسیه: زاید سوو در دونسک آزاد شد. وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد در ادامه عملیات ویژه نظامی روسیه، شهر زایتسوو در دونسک آزاد شد. همچنین بیش از 120 نظامی اوکراینی نیز طی شبانه روز گذشته در جریان درگیری‌ها کشته شدند. در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: تمامی حملات ارتش اوکراین به مواضع روسیه نیز خنثی شده است. حمله نیروهای کییف و ارتش مسکو نزدیک کوپیانسک و جمهوری دونسک به کشته شدن بیش از 10 سرباز اوکراینی و انهدام 31 خودروی زرهی منتهی شد. بیانیه مذکور اضافه می‌کند عملیات نیروهای متحد به آزادسازی زایتسوو در جمهوری دموکراتیک دونسک منجر شد. واکنش مدودف تحریم‌های امروز اتحادیه اروپا علیه روسیه. معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص گفت تحریم‌های غرب علیه فدراسیون روسیه منجر به تخریب سریع نظام تجارت جهانی شد. تحریم منجر به شکست اقتصادی و تسلیم مخالفان مسکو خواهد شد. تورم در روسیه تا پایان سال ممکن است بیش از 12% نباشد. دیمیتری مدودف اضافه کرد اروپا منتظر زمستانی سرد بدون گاز روسیه است. اروپا چندین فرد از جمله چند مسئول دونسک، تعدادی موسیقیدان روس و همچنین الکساندر دوگین فیلسوف روسیه را تحریم کرد. به گزارش اینتل پابلیک، لئونید اسلاتسکی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دومای دولتی روسیه در این خصوص اعلام کرد که تحریم‌های جدید اروپا علیه کشورش به دلیل الحاق 4 منطقه به مسکو به انجام رسیده است.
از سوی دیگر کمیسیون اروپا هم امروز اعلام کرد که اتحادیه اروپا هشتمین بسته تحریمی علیه روسیه از جمله سقف قیمت نفت را تصویب کرد. در هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، اقدامات اقتصادی، محدودیت‌های علیه افراد و ایجاد مبنایی برای اعمال سقف قیمتی بر صادرات نفت روسیه وجود دارد. بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا ارائه خدمات مرتبط با کیف پول‌های ارزهای کریپتو متعلق به شهروندان و ساکنان روسیه را ممنوع می‌کند. تحریم‌های جدید ممنوعیت واردات و صادرات کالاها از جمله محصولات فولادی، لوازم خانگی، مواد شیمیایی، پلاستیک و سیگار را گسترش می‌دهد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.